درود بر شما. سوم خرداد ماه 1398 خورشیدی و 24 می 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌خوایم ببینیم برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که حقیقتاً برنامه‌های نظامی است چیه و توانایی‌هاش برای اجرای برنامه‌هاش چقدره. پرده آخرم آخر برنامه. تقدیمی امشب مربوط است به دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. ببینین، ما عادت کردیم از سال 57 تا الان میگیم دریغ از پارسال. هر سال باز بدتر میشه. هی میگیم دریغ از پارسال. این پناه بردن از اژدها به مار غاشیه که درباره اهل جهنم میگن همینه دیگه. از وقتی ابراهیم رئیسی شده رئیس قوه قضاییه باز بدتر شده. آدم میگه دریغ از پارسال که صادق لاریجانی بود، همون صاحب 63 حساب بانکی و لاپوشونی کننده پرونده دزدان کلان حکومتی و مدافع زمینداری غصبی برادران و تبرئه کننده سعید طوسی و قطع کننده دست این اون آدم بدبختی که از نداری به چیزی دزدی کرده، زبون دراز کن تو همه امور مملکت و غیره. باور کنین، کاشون یکی بود. حالا وقتی رئیسی اومده هر چیو که اون قبلیه گاه یادش میرفت این دوباره گذاشته تو دستور کار، بگیر و ببند تو جمع صنفی مردم جلو مجلس و اداره های دولتی. قبلا گاه گاه اتفاق میفته، حالا همیشه اتفاق میفته تو ماشین شخصی، بعد حجابی در نمیدونم فضای خصوصی نیست، ماشین شخصی داره تو خیابون راه میره، بنابراین باید گرفت میگیرن. تو دهات به خاطر آواز خوندن یه نفر میرن میگیرنش. وحشیان کتک زدن جوانای مردم به اسم مقابله با روزخاری، چند مورد خبرشو شنیدین و دیدین. بریدن 18 سال زندان برای 3 نویسنده و شاعر، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن، هر کدوم 6 سال حبس. به چه جرمی؟ از بیانیه کانون نویسندگان ایران میخونم. به 3 نویسنده مجموعاً 18 سال حکم دادند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده اید؟ چرا نشریه داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده اید؟ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های 50 ساله کانون را در کتابی گرد آورده اید؟ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رفته اید؟ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور را امضا گذاشته اید؟ کانون نویسندگان ایران از همه نویسندگان و انسانهای مدافع آزادی بیان خواسته است تا از هر راه ممکن به دفاع از این 3 نویسنده بپردازند. بیش از 900 نویسنده، مترجم و شاعر در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی کشور حکم 3 عضو کانون نویسندگان را ناروا و آزادی کش و لطمه‌ای گران به حقوق اساسی فرد ملت ایران خواندند و از مراجع قضایی و اجرایی کشور خواستند که فوراً و بی قید و شرط از این 3 نفر رفع اتهام شود. یکی از صحبت‌های بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان و یکی از همین حکم گرفته ها به 6 سال زندان به خاطر اینکه کتاب چاپ کرده بود، دلایلش رو شنیدین دیگه. در یه ویدیوی گذاشته بکتاش آبتین در فضای مجازی، یه تیکش رو ببینیم. صرف نظر از احکام ظالمانه‌ای که برای ما در نظر گرفته شده، پرسش اصلی اینه که آیا ما با پیکرهای نحیف و با روح شکست خورده به زندان خواهیم رفت؟ پاسخ این پرسش خیره. ما حتی اگر در دادگاه بعدی توسط دادگاه دوباره این احکام ظالمانه و مستبدانه بر علیهمون صادر بشه و مجبور شیم به دادگاه به زندان بریم، قطعاً با سری پرشور، با روحی آزاد و با جانی شیفته به زندان خواهیم رفت.
و از همونجا به دادخواهیمون خواهیم پرداخت و همونجا کاری که باید انجام بدیم انجام خواهیم داد. فکر میکنم که این سانسورها که برای کتابهای ما، آثار ما به کار گرفته میشه، البته ما رو محدود میکنه اما ما رو سرکوب نمیکنه و ما سلول به سلول دنبال هوای آزادی خواهیم گشت و اون رو به منصه ظهور خواهیم گذاشت. اما لازمه که از تک تک شما عزیزانم، دوستانم، یاران بزرگوارم تشکر کنم که با پیام‌های دلگرم کنندتون، با نامه‌هایی که ترتیب دادین، امضا کردین، با کمپینی که تشکیل دادید و از ما حمایت کردید، لازمه که ازتون تشکر کنم و امیدوارم که در روزی کنار هم بتونیم آزادی رو جشن بگیریم. زنده باد. بله، این از آثار ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه. وزارت اطلاعات هم که باز خودش دم و دستگاه بازداشت و بازجویی و پرونده سازی و زندان و حذف فیزیکی مخالفان همیشه تو پروندهش بوده، الان بدتر. هر جا مردم جمع شدن به عامل بدبختیشون اعتراض کنن، حالا یا بانک یا ایران خودرو یا جلو مجلس اطلاعاتی، ها این سربازان گمنام آقا امام خامنه ای میریزن، میزنن، میبرن، میبرن بند 209 اوین که مال وزارت اطلاعات. همه کسایی که روز کارگر همین 11 اردیبهشت امسال جلو مجلس گرفتن بردن بند 209، چون جمع شده بودن چند تا شعار بودن و قبلا هم گفتم جمع شدن چند تا شعار بودن یه قطعنامه بخونن. امسال ما کارگران در شرایطی اول ماه مهران گرامی میداریم که علاوه بر تداوم و تشدید فقر و فلاکت و گرانی، شیرازه های اقتصاد و اداره جامعه به شکل غیر قابل کنترلی در حال از هم گسیختگی و جناح‌های مختلف قدرت به رغم اعترافات آشکار و نهان به این حقیقت غیر قابل انکار هیچ برنامه جز تخمین فقر و فلاکت بیشتر به میلیون ها کارگر و مردم زحمت کش ایران و سرکوب اعتراضات آنان ندارند. کسانی که 40 سال پیش با جست مستضعف پناهی بر سرنوشت جامعه حاکم شدند، بی هیچ شرمی در ملأ عام بر گرده کارگر شلاق زدند. با ممنوعیت اعتصاب و تشکل‌های مستقل کارگری و سرکوب هر گونه فریاد حق‌های کارگران، شرایطی را پدید آوردن که امروز در ایران به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان پدیده کودکان کار، تنفروشی، زباله‌گردی برای سیرکردن شکم، اعتیاد، بیکاری، استیصال درماندگی از گذران زندگی، خودکشی و هزار و یک مصیبت اجتماعی دیگر بیداد می‌کند. ناهید خداجو، اونم یکی از همین بازداشت شده های وزارت اطلاعات، صحبت جلو مجلس داشت، قطعنامه می‌خوند جلو مجلس، همین 11 اردیبهشت. وزارت اطلاعات اصلا برای چی زندان داره که می‌گیری می‌بره زندان؟ زندان طبق قانون خودتون فقط باید زیر نظر سازمان زندان ها باشه، یعنی زیر نظر رئیس قوه قضاییه. اینو قانون خودتون میگه، باید زیر نظر رئیس قوه قضاییه باشه تا همه تکلیفشون رو بدونن، بدونن با کی طرفن. نه اینکه وقتی سراغ یه زندانی رو میگیری قوه قضاییه میگه به ما مربوط نیست، دست وزارته. وزارت اطلاعات هم میگه فعلا نمیتونیم چیزی بگیم. وکیل و دیدن پرونده و ملاقات و پرچی که قانوناً به فرد بازداشت شده و به متهم و به قوه قضاییه مربوط میشه، اینجا خبری نیست. چقدر ربوده شده آدم، همه اطلاعاتی رو دزدیدن، کاری هم نمیتونی بکنی چون بد نمیگن کجاست، هیچ وکیلی هم نمیتونه بره دنبالش. البته وکیل مهمه، برای اینکه کلی ارتباطات دارن، کلی تجربه دارن. تقدیمی این هفته به محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. ناهید خداجو هستم. ناهید خداجو دختر من، دختر خوب، دختر مهربان، دختر مردم دوست، دختر خانواده دوست،
هیچ کار بدی نکرده. روز 11 اردیبهشت رفته دم مجلس مثل این همه مردم، چون خودش کارگره، از حق کارگر، از حق خودش دفاع کرده، گرفتنش بردن زندان اوین بند 209 اونجا زندانیش کردن. حالا قاضی گفته باید وثیقه 500 میلیون تومانی بیاری. ما هم دیگه رفتیم خودمان که نداریم، تهیه کردیم با بدبختی آوردیم وثیقه را. حالا قاضی میگه پرونده تکمیل نیست، حالا نمیشه. همین که ما هم سرگردان و ویران اینجا نمیدونیم چه کار کنیم. 40 سال از دست اینا من میکشم، 40 سال، 40 سال از دست اینا بدبختی میکشم، بیچارگی میکشم. زندگی ما خراب کردن، بچه ما کشتن، شوهر ما کشتن. حالا نمیدونم دیگه چه میخوان بکنن اینا. تو برنامه هفته پیش گفتم دو عامل اصلی که خطر جنگ رو به وجود آورده، یکی برنامه های موشکی و یکی ادعای پایبند نبودن جمهوری اسلامی به برجام بوده، که تو برنامه هفته پیش برای نمونه دیدین که پایبند نبودن به برجام کاملا روشن شده با اعتراف صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به اینکه درباره راکتور عراق کلک زدیم به غربیا و فقط من این کلک رو میدونستم صالحی گفت و آقا رهبر معظم. حالا بگذاریم از این موضوع که هفته پیش توضیح دادیم. جمهوری اسلامی علارغم های و هوی فتوای خامنه ای که بمب اتمی حرام است و از این خودعهای آخوندی، از همشون شنیدین، خامنه ای بارها گفته، روحانی بارها گفته که ما هیچ وقت نه دنبال بمب اتم بودیم، نه الان دنبال بمب اتمی و نه خواهیم بود. حکومت بر پایه این دروغ و به قول خودشون خودعه بنا شده. جمهوری اسلامی از اول دنبال بمب اتمی بوده، تا سال 1392 که توافقنامه هسته‌ای ژنو امضا شد، که هم طرف‌های مذاکره همینا بودن که در برجام بودن و هم روح توافقنامه همانی بود که بعداً در برجام امضا شد. سطر اولش هم اینه: هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است، به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز باقی خواهد ماند. یعنی توافق ژنو یک توافق مقدماتی بود در واقع برای توافق برجام در برابر لغو یک سری تحریم‌های اقتصادی. در توافق ژنو مهلت‌ها به ایران 6 ماهه بود، روند چگونگی، و برعکس برجام که مهلت‌ها اساساً 10 ساله و 15 ساله است. مثلا تو همون توافق ژنو نوشته ایران اعلام می‌کند که طی 6 ماه اول سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهای همان نوع جایگزین می‌کند. ایران اعلام می‌کند که برای رفع نگرانی‌های مربوط به احداث راکتور عراق برای 6 ماه به راکتور سوخت تزریق نخواهد شد یا آب سنگین را به سایت راکتور منتقل نمی کند و سوخت جدید را آزمایش نکرده یا سوخت بیشتر برای راکتور تولید نخواهد شد و تجهیزات اصلی باقی مانده نصب نخواهد شد. ایران اعلام می کند که برای این دوره 6 ماهه اورانیوم را به سطح بالاتر از 5% غنی نکند. قرار بود بعد از 1 سال گام نهایی راه حل، این مال سال 92 که خوندم براتون، معاهده ژنو. بعد از 1 سال قرار بود گام نهایی راه حل جامع به اصطلاح برداشته بشه که اساسش عضویت ایران مثل اعضای عادی دیگه در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود و در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایران عضو اون پیمان هست و عضو آژانس هم هست، همیشه به عنوان عضو ویژه‌ای، یعنی جمهوری اسلامی ایران از سال 1337 عضو این پیمانه، ولی در جمهوری اسلامی به عنوان عضو ویژه‌ای شناخته می‌شود، عضو ویژه‌ای شناخته می‌شود که باید مورد بازرسی ویژه باشه و مشمول همکاری هسته‌ای کشورهای دیگه نمی‌شود مگر اینکه این
ویژگی برداشته بشه ازش، یعنی روابطش با جامعه بین الملل در امور هسته‌ای، با خود آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، حالا همین رو توضیح میدم، عادی بشه. خب چی شد که بعد از نوشتن همه اینا در سال 92 و امضا کردن، چی شد که به جای پیشرفتن در روند تفاهم، اواخر سال 93 به قول حسن روحانی سایه جنگ افتاد رو سر ایران و حضرات با پذیرش مذاکره تونستن سایه جنگ رو موقتاً رفع کنن؟ یه نکته مهمه که بهش توجه بکنیم. رویکرد جمهوری اسلامی هیچ وقت مذاکره نبوده. مسئلهش و هدفش شکست استکبار به قول خودش و نشاندن پرچم ولایت فقیه در سراسر جهانه. مرگ بر اسرائیل میگه چون اسرائیل یک کشور غیر عربی مدافع منافع غرب در وسط خاورمیانه است. مرگ بر آمریکا میگه چون قدرتمندترین کشور دنیاست که ضمناً اسلامی نیست و شیعه نیست. جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم که خمینی میگفت و بقیه‌شون هم میگن، دقیقاً به همین منظور و هدف بود. خامنه ای اگه میگه مذاکره سمه، اصل مذاکره غلطه، هفته پیش پخش کردیم اینا رو، دقیقاً داره همینو میگه. اما اگر همین رهبر معظم ببیند که موجودیت نظام به خطر افتاده، اوجب واجبات، هر کاری میکنه از جمله رفتن پای میز مذاکره به هر قیمت. تاریخ 40 ساله نشون داد، از زمان خمینی تا امروز، از جنگ ایران و عراق و جام زهر و بعدن ماجرای همین قرارداد ژنو و بعد برجام و تا امروز، خب به هر حال این تجربه چنین بوده. سه سال پیش که روحانی به عنوان رئیس دولت و ولایتی به عنوان مشاور عالی رهبر در سیاست خارجی از مذاکرات برجام دفاع می کردن، به صراحت گفتن میخواستن ما رو بزنن، با برجام جلوشونو گرفتیم. گر مسئله برجام یکی از موفقیت هایی که به دست آمد این بود که تهدید از سر مردم برداشته شد. حتی 5+1 راجع به حمله نظامی به ایران مذاکره کرده بودند و از مذاکره بالاتر به تفاهم رسیده بودند و به فکر این بودند چه زمانی در چه شرایطی حمله کنند. و اگر این مذاکرات انجام نمی شد، گزینه دیگر جنگ بود. چرا میخواستن شما رو بزنن که مجبور شدین مذاکره رو قبول کنین؟ اصلا داستان همینه. چون تاریخچه جمهوری اسلامی تاریخچه قربانی کردن همه چیز در پای دست یافتن به بمب اتمی است. جمهوری اسلامی، ببینید من اینا رو برای تبلیغ جنگ نمیگم ها، یه وقت اشتباه تصور نشه، من دارم حقایق رو میگم. ممکنه این برنامه امشب مخصوصا زیاد حرف میزنم، ممکنه خود قصد کننده براتون باشه، بیشتر به درد کسایی ممکنه بخوره که بخوان آرشیو نگه دارن. حقایق رو میگم و هر که خوشش میاد بیاد، هر که خوشش نمیاد نیاد. اینا حقایق است. جمهوری اسلامی به طور پنهانی از سال 1359 دنبال خریدن بمب اتمی یا ساختن بمب اتمی بود تا مرداد 1381 که سازمان مجاهدین خلق آمد تأسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین عراق رو فاش کرد، برای اولین بار علنی کرد با نقشه و مشخصات. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ایران هم مثلا عضوش بود و هست، اومد وارد قضیه شد، بلافاصله تحقیق کرد با توجه به اطلاعاتی هم که پیشاپیش سرویس‌های اطلاعاتی غرب داشتن، برای آژانس مسجل شد که این افشاگری شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین مبنای درستی داره. یقین جمهوری اسلامی رو گرفت که باید طبق مقررات بین المللی فعالیت‌های هسته‌ای شفاف باشد. جمهوری اسلامی انداخته بود کنج دیوار تا بالاخره پذیرفتند حضرات که مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی رو راه بدن به ایران، نمیذاشتن کسی بیاد ایران. 6 ماه بعد اسفند 81 محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اولین بار میاد ایران. همراه‌های البرادعی تو این سفر، تو اون سفر در واقع، از جمله اولی هیننون معاون البرادعی بود که بعد از برگشتن از ایران در گزارشش گفت در دیدار از سانتریفیوژها یا دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم، مقام ایرانی گفت که این سانتریفیوژها را ما خودمان در ایران تولید کرده‌ایم و اینها کاملاً بومی‌اند. خب
سانتریفیوژ دستگاه غنی سازی اورانیوم که تو نطنز خودشون میگن 16000 تا هست وجود داره. خب حالا خواهم گفت. یک نفر دیگه از همراهای البرادعی تریور ادواردز، بازرس آژانس و متخصص کله گنده دستگاه های غنی سازی اورانیوم، از نوادر روزگاره در شناخت سانتریفیوژ. تریور ادواردز تو گزارشش گفت، این حرف شما میگم، من برای بازرسی رفتم در یکی از کارگاه های ساخت سانتریفیوژ، مقام ایرانی گفت این مدل کاملا بومی و ساخت ایران است، اما من در عرض 10 ثانیه فهمیدم که این مدل سانتریفیوژ بر اساس مدلی ساخته شده که 10 سال پیشش عبدالقدیر خان از هلند گیر آورده بود. درباره عبدالقدیر خان معروف به پدر بمب اتمی پاکستان خواهم گفت. یعنی ایران از اون آورده بود، از اون گرفته بود. بازار قاچاق بین المللی داشت و اینها. خب آژانس بین المللی انرژی اتمی در 25 آبان 1383 اعلام کرد که جمهوری اسلامی اعتراف کرده که دستگاه های اورانیوم را از عبدالقدیر خان معروف به پدر بمب اتمی پاکستان خریده و خب لایه لایه کارهای مخفیانه و غیرقانونی جمهوری اسلامی از نظر قانون بین الملل در تمام طول اون 23 سال یعنی از سال 1358 تا 1381 رو شد. حالا گفتم خواهم گفت درباره عبدالقدیر خان و رابطش با ایران. ببینین، 3 راه هست برای رسیدن به بمب اتمی. یکیش از راه غنی‌سازی اورانیومه، کاری که جمهوری اسلامی در نطنز و فردو از اول دنبالش بوده، نصب آبشارهای سانتریفیوژ یا دستگاه پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم در حدی که بتونه مقدار لازم اورانیوم با غنای بالای 90% به دست بیاره. میگن که تا به حال به غنای بالای 90% نرسیده، ولی بالای 20% تونسته تولید بکنه. خب که بعد از اون به قول آقای امام خامنه ای دیگه کاری نداره که. خب این لازمش داشتن اورانیوم طبیعی کافی، تکنولوژی لازم برای تبدیل این اورانیوم، یعنی اورانیومی که از معادن اورانیوم تو میگیری، تبدیلش به پودر یا کیک زرد و فراوری این کیک زرد به صورت گاز هکسافلوراید یا UF6 و تزریق اون گاز به دستگاه های غنی‌سازی اورانیوم، این پروسه رو باید طی بکنه. این یه راه. راه دیگرش از پلوتونیوم 239 که از سوخت راکتور آب سنگین به دست میاد، همون که گفتم مهمترین حساسیت آمریکا و غرب همینه. چرا؟ مثل عراق، راکتور آب سنگین عراق، چون این راه ارزونتر و سریعتر برای تولید بمب اتم. و راه سوم ارزونتر به خاطر اینکه دیگه غنی سازی اینا نمیخواد، اورانیوم طبیعی مصرف میکنه سوختش، و از سوختش بعد از فراوری تبدیل به اورانیوم، به پلوتونیوم 239 میشه و اون دقیقاً ماده بمب. خب راه سوم خریدن بمب و کلاهک اتمی از کشورهای دیگه، که البته از راه قاچاق، هیچ کشوری نمیاد بمب اتم بفروشه به کشور دیگه. هر 3 راه جمهوری اسلامی رفته. اول رفت خود بمب اتمی رو، کلاهک هسته‌ای رو قاچاقی بخره. جناب آقای مهدی چمران رو که میشناسید، رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران، عضو کمیته استقبال از خمینی بود، ایشون سال 57 جانشین فرمانده ستاد جنگ‌های نامنظم بود در دوره جنگ، یعنی جانشین برادرش مصطفی چمران بود، یه مدت هم رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا بود. حالا به سمت های دیگرش کاری نداریم، مشاور تحقیقات علمی رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و اینا. یک نفر دیگه هم هست، اکبر ترکانه که میشناسیم، مشاور ارشد حسن روحانی در دولت 11 تنها فرد غیر نظامی که تو جمهوری اسلامی وزیر دفاع شد، اون عکس جوانی بود و این عکس پیری. تو دولت اول رفسنجانی شد وزیر دفاع، دلیلش این بود، هیچ وقت هم نظامی نبوده، گفتم تنها کسی که نظامی نبوده و نه تو سپاه بوده نه تو ارتش بوده اینا، ولی شد وزیر دفاع. دلیلش چی بود؟ شاید، مجبورم بگم شاید،
حضورش در تیمی بود که تلاش میکرد سال 1370 و 1371 کلاهک هسته‌ای از قزاقستان به ایران قاچاق کنه. داستان بود که قبل از تابستان 1370 که اتحاد شوروی رسما فروپاشید و بوریس یلسین آمد سر کار شد رئیس جمهور، عملا جمهوری‌های خودمختار جنوب روسیه، این لایه جنوبی بین ایران و روسیه در واقع اون بالا، یعنی قفقاز سمت چپ، آسیای مرکزی سمت راست، چون بالای گربه ایران، این جمهوری‌ها شکل گرفته بود. قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، اینا در اون بحران، یکی از این مناطق قزاقستان بود که مرکز اصلی اورانیوم و تولید تسلیحات هسته‌ای اتحاد شوروی بود قبل از فروپاشی. خب حالا این شده جمهوری مستقل. تو اون هرج و مرج فروپاشی اتحاد شوروی کلی خبر درس کرد که دوزیای عجیب غریب از مراکز تولید هسته‌ای قزاقستان داره میشه قاچاق میشه، وسایل حساسش و یه سری تجهیزات هسته‌ای تو اون مراکز گم شد و هرگز پیدا نشد. داخل من نمیدونم که پیدا شده. این خبرش همه جا پیچید. یکی از کشورهایی که مربوط میشد به این داستان ایران بود. تو گزارشی که 12 دسامبر 2002، یعنی 21 آذر 81، انجمن مطالعات استراتژیک بین المللی و دو مؤسسه دیگه به طور مشترک منتشر کردن، آمده مهدی چمران دو سفر داشته به قزاقستان، یکی در تیر 1370 و دومی یک سال بعد، هر دو در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی. در سفر اول مسکو هم میره آقای مهدی چمران، میره مهمترین مؤسسه تولید تسلیحات اتمی شوروی سابق به اسم کورچاتف، و همینطور در قزاقستان میره مرکز سمی پالاتینسک، مهمترین مرکز تولید آزمایش هسته‌ای تا شوروی سابق. کسایی که غیر از مهدی چمران در جریان بودن، علیرضا معیری بود معاون فلاحیان وزیر اطلاعات و نمیدونم بس خود فلاحیان و رفسنجانی هم در جریان بودن. بنابراین گزارش، مسئولان مرکز سمی پالاتینکس به چمران و هیئت امرایش میگن حاضرن 2 تا 3 بمب هسته‌ای به ایران بفروشن، مشروط بر این که این سلاح‌ها قطعه قطعه به ایران وارد بشه و هر قطعه هم از یکی از جمهوری‌های تازه برآمده از اتحاد شوروی فروپاشیده، و میگن ما خودمون حاضریم متخصصینمون رو بفرستیم هر نقطه ایران که می‌خوایم تا قطعات بمب رو سوار کنیم. خب همزمان با این تلاش برای قاچاق خری بمب، چین و کره شمالی در ایران در تأسیسات مبارکه اصفهان و در عراق روی تولید موشک کار میکردن. یه نوع موشکی که برای ایران میسازن همون موقع، اسمشو در ایران میگن تندر 68 که بعد شد هاتف 3، نوع پیشرفتش همون مدل موشک M11 پاکستانه که اصلش چینیه و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داره. اینا همزمان داره پیش میره تو همون دوره اول رفسنجانی. موشک‌های اسکاد بی هم همین قابلیت رو دارن که کره شمالی تو ایران خط تولیدش رو راه انداخت که تا سال 69 تا 15 بهمن 1369 قطعات 70 موشک اسکاد بی را کره شمالی به ایران وارد کرد. 12 مهر 1370 چمران برمیگرده قزاقستان برای نهایی کردن قرارداد خرید سه بمب اتمی یا کلاهک هسته‌ای با پرداختن 150 میلیون دلار که 3 میلیون دلارش رو به عنوان بیعانه میذارن توی بانکی در دبی. 40 روز بعد حدوداً در 19 آبان 1370 در جلسه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که فرماندهان سپاه هم توش شرکت میکنن، هاشمی رفسنجانی به فرمانده های ارشد سپاه درباره معامله با قاچاقچی های اتمی از قزاقستان میگه. یه هفته بعد هم نتیجه بررسی ها، چون میرن با چند تا متخصص هم صحبت میکنن، نتیجه بررسی ها تو جلسه ای مطرح میشه که فقط چند نفر حضور داشتن
و تصمیم گیری نهایی میشه. خود رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور، خامنه ای به عنوان رهبر، اکبر ترکان وزیر دفاع، محسن رضایی فرمانده سپاه، علی فلاحیان وزیر اطلاعات. بعد از این جلسه علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه وقت بوده یک سفر دوره‌ای به جمهوری‌های آسیای مرکزی میکنه، از جمله به ترکمنستان. علت چمین بوده است که بیشتر تجهیزات قاچاق هسته‌ای ایران در همون دوره از طریق مرز ترکمنستان وارد ایران میشه. از اواخر 1991 تا اوایل 1992، یعنی میشود نیمه دوم 1370، بوریس یلسین رئیس جمهور وقت روسیه تو سخنرانی که دیماه 70 میکنه، میگه بعضی کشورهای اسلامی سعی کردن تسلیحات اتمی از قزاقستان بخرند، ولی ما پیش از اینکه به مقصد برسد همه آن سلاح‌ها را به مبدأ برگرداندیم. اسم ایران رو نمیگه، ولی خب دیگه من نمیم چند کشور، ولی قطعا یکیش ایران بود که حالا با این تاریخچه. یعنی ظاهراً جمهوری اسلامی موفق نمیشود که از راه خرید آماده به کلاهک هسته یا بمب اتمی برسه. جنگ ایران و عراق یک شهریور 59 شروع میشه. رفسنجانی درست یک سال بعد 23 شهریور 60 میره کره شمالی، خامنه ای هم 18 اردیبهشت 68 میره کره شمالی، درست قبل از اینکه رهبر بشه. بعد دقت کنین 23 سال بعد 11 شهریور 1391 رئیس مجمع عالی جمهوری خلق کره شمالی با رهبر معظم فلان و فلان جمهوری اسلامی در تهران دیدار میکند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار آقای کیم یونگ نام رئیس مجمع عالی جمهوری خلق کره شمالی با اشاره به مواضع همسان ایران و کره شمالی در بسیاری از زمینه‌ها تاکید کردند باید در مسیر حرکت به سمت اهداف بلند جدی بود و فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها خللی در عزم‌ها به وجود نیاورد. من توضیح نمیدم، روشن این حرفو دیگه. ببخشید. بعد دیدار هاشمی رفسنجانی با رئیس جمهور کره شمالی در تهران. کیم یونگ نام در این دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی را معمار و پایه‌گذار روابط دو کشور ایران و کره شمالی خواند و با ابلاغ رهبر آیت الله هاشمی رفسنجانی، معمار و پایه‌گذار رهبری خامنه‌ای هم بود انصافا، معمار و پایه‌گذار روابط دو کشور ایران و کره شمالی خواند و با ابلاغ سلام رهبر جدید و مردم کره گفت از سفر تاریخی شما، یعنی 23 سال پیش تا کنون، مسئولان دو کشور همیشه با هم ارتباط دارند. وی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های هسته‌ای کشور مطبوع خیش گفت ایران و کره شمالی به جهانیان یاد دادند که نباید در مقابل تهدید دشمنان کوتاه آمد. یک مسیر مشترکی است دیگه، اینا بارها هم گفتن ما شاید کره شمالی بشیم از این حرف. کره شمالی موشک‌هایی در جریان جنگ ایران و عراق به ایران داده بود در قبال نفت، ولی رابطه ظاهرا بسیار فراتر از اینا بود. بعد بگم اول عبدالقادر خان کی بود، مختصر میگم بعد ادامه میدیم. ببینین آذر 1382 دولت قذافی اعلام کرد که لیبی داوطلبانه از برنامه تولید سلاح هسته‌ای دست برداشته و همه الزامات مربوط به MPT پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو اجرا میکنه. این عمل لیبی بعد از 10 ماه ارتباط منظم دولت‌های آمریکا و انگلیس و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حکومت قذافی بود. آنچه در نتیجه این اقدام لیبی یا نابود شد و یا ضبط شد، برده شد بخشش به روسیه، بخشش به کشورهای دیگه، اینا بود. تجهیزات مربوط به تولید گاز UF6، همون هکسافلوراید که برای غنی‌سازی اورانیوم طراحی شده، محموله‌های گاز هکسافلوراید، قطعات 7 موشک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای، حدود 15 کیلو اورانیوم غنی شده با غلظت بالا، همه اینا و این تجهیزات و امکانات رو عبدالقادر خان به لیبی داده بود. اینا رو بعداً لیبی تمام اسناد میده به آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایران هم همه تجهیزات غنی‌سازی اورانیومش رو در طول 18 سال مخفیانه از همون شبکه بازار قاچاق عبدالقادر خان تهیه کرده بود. ولی برای غنی‌سازی اورانیوم باید اورانیوم داشته باشی.
قبل از انقلاب اورانیوم ایران بیشتر آفریقای جنوبی میداد. بعد از انقلاب گرچه رابطه با آفریقای جنوبی ادامه پیدا کرد، 30 آذر 1360 رضا امراللهی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در 4 نقطه ایران ذخایر عظیم اورانیوم کشف شده، که البته اون موقع چینی ها برای کشف اورانیوم در معادن ایران کار میکردن. و سال 1372 جمهوری اسلامی اعلام کرد که بعد از چند سال کار در معادن اورانیوم ساغند یزد حدود 5000 تن اورانیوم در ساغند وجود دارد. 14 آذر 1389 جمهوری اسلامی اعلام کرد اولین محموله کیک زرد از معدن گچین در بندر عباس به نطنز منتقل شد. افکار عمومی جوری وانمود کردند که گویی ایران در یک سری از زمینه‌ها مشکلاتی رو داره. مثلا قبلا گفته بودن که ایران 20% رو نمیتونه تولید بکنه. خب این که کاملا روشنه واسه ملت بزرگ ایران که حالا ما 35 کیلو اورانیوم 20% تولید کردیم. قبلا گفته بودن که اینها صفحه سوخت نمیتونن تولید بکنن، که خب ما یه صفحه سوخت مجازی نشون دادیم. الانم عزیزان ما در سایت اصفهان با تلاشی که دارن میکنن امید داریم که در شهریور ماه آینده ما بتونیم اولین مجتمع سوخت ریاکتور تهران رو که در سایت اصفهان تولید شده بتونیم وارد ریاکتور تهران بکنیم. این هم باز یک مورد. مورد دوم، اینها گفتن که اینها نمیتونن اکتشاف و استخراج و تبدیل به کیک زرد و اینها رو داشته باشن. خب باز امروز ما شاهد این مسئله هستیم که ما این توانمندی رو داریم که هم اکتشاف بکنیم، هم استخراج بکنیم، هم تبدیل به کیک زرد بکنیم، و نمونه اش رو امروز ما شاهد هستیم. این مال آذر 1389 بود که جمهوری اسلامی میگه ما چرخه سوخت داریم. خب هیچ وقت جمهوری اسلامی دست از این کارو بر نداشته و افتخار هم میکنه که به دنیا کلک میزنه و میلیاردها دلار پول مردم بدبخت رو به باد میده فقط برای شاخشونه کشتن واسه کشورهای دیگه. 3 ماه بعد از همین نمایش آقای صالحی که دیدین، اسفند 89، آمانو رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه نمیشود تأیید کرد که همه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است. ولی جمهوری اسلامی گوشش بدهکار نیست، فقط طلبکار کشورهای دیگه است. همین روند رو با برجام و بی برجام ادامه میده. صحبت‌های صالحی رو بشنوید. 10 بهمن 97، ما الان در مجتمع صنعتی شهید رضای نژاد اردکان هستیم، در حقیقت کارخانه تولید کیک زرد اردکان. این کارخانه امروز با تقارن این ایام مبارک آغاز بهره‌برداری صنعتی این کارخانه شروع میشه. در فاصله 3-4 سال اخیر خب این کارخانه داشت تکمیل میشد و تست میشد، و در این 2 ساله اخیر الحمدلله توانستیم در برهه‌ای که تست ها رو انجام میدادیم 40 تن کیک زرد تولید بکنیم، که 10 تن اون رو در 20 فروردین 97 به یوسف اصفهان منتقل کردیم. الان 30 تن دیگر به یوسف اصفهان انشاءالله فرمان انتقال صادر خواهد شد. خب عنایت دارید این کارخونه سالی ظرفیت قبول کردن پذیرایی 84 هزار تن کانسنگ اورانیوم رو داره، که بستگی به عیار این کانسنگ اورانیوم میزان تولید کیک زرد تعیین میشه. امروز دیگه این کارخونه به بهره برداری کامل صنعتی رسیده و کامل شده در هر حیث، و ما امیدواریم از امسال به بعد دیگه بتوانیم شاهد تولید مقدار متنابهی کیک زرد باشیم، که کیک زرد یک ماده استراتژیک هست. صنعت هستی بدون داشتن ماده اولیه که همون کیک زرد باشه واقعا نمیتونه پیش بره، و ما الحمدلله قدم‌های بلندی رو برداشتیم. ما در اکتشاف استخراج قدم‌های بلندی رو برداشتیم، بیش از 80% کشور رو تونستیم اکتشافاتش رو انجام بدیم، و الحمدلله این نوید رو میدم که از نظر اورانیوم وضعمون مطلوب هست، و در یه افق امیدواریم 5-6 سال آینده بتونیم به یه رقم قابل توجهی از تولید کیک زرد در کشور برسیم. این مال گفتم بهمن 97. این همه ای که میگه آقای صالحی برای چی میخواین؟ شما اوائلش میگفتین که ما غنی‌سازی میکنیم زیر 5% اورانیوم رو برای اینکه سوخت نیروگاه
برق بوشهر رو، نیروگاه آب سبک بوشهر رو تأمین بکنیم، چون اون نیروگاه اورانیوم غنی شده زیر 5% سوختشه. درست؟ اون نیروگاه که هفته پیش گفتم من نمیدونم چند میلیارد دلار خرجش کردین بعد از 40 سال، هنوز 2% برق کشور رو نمیده و نخواهد داد بیشتر. شما برای چی میخواین این چیزها رو؟ جز اینکه برای بمب میخواین. هی هم میگین فتوا دادند آقا که بمب نمیخواین. خب معلومه وقتی که آدم عادی باور نمیکنه حرف شما رو، میخواین این کله گنده های سیاست بین الملل حرفتون رو باور کنن. خیال میکنین باور کردن یعنی واقعا اگه مثلا تو جلسات برجام نشستین طرف گفته بله آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفتن که بمب اتمی حرام است، فکر کنین اینا رو که میگن واقعا دارن میگن که بله ما قبول داریم که جمهوری اسلامی دنبال بمب اتمی نیست؟ نتیجه شمی که الان میبینین میرسونین ایران رو 80 و چند میلیون رو به تن لرزه جنگ، چون نمیذارن اینا، جامعه بین الملل نمیذاره که شما به بمب اتمی برسید. همین صحبتی که صالحی کرد، توضیحش رو میخونم. صالحی تصریح کرد کیک زرد پس از تولید در اردکان در تأسیسات فراوری اورانیوم اصفهان معروف به کارخانه یوسیف خالص سازی نهایی می شود و سپس جهت غنی سازی به کارخانه نطنز ارسال می شود. محصول تولید شده در این کارخانه به شکل میله های سوخت مورد استفاده نیروگاه های اتمی قرار می گیرد. این میله های سوخت هم همون کوریست که هفته پیش گفتم براتون که شما وقتی که بتونین، یعنی کشوری وقتی که بتونین میله سوخت اتمی تولید بکنه، یعنی مهمترین بخش چرخه سوخت رو انجام داده، راهی زیاد نداره تا با غنی‌سازی غنای بالا بمب اتمی تولید کنه. این همه اورانیوم هم برای غنی‌سازی میخوان، هم برای استفاده در راکتور آب سنگین عراق. برای غنی‌سازی در مجتمع غنی‌سازی نطنز که آخرین اعلامی که سال 94 شد این بود که 16,000 سانتریفیوژ در نطنز نصب شده که نزدیک 11,000 تا پیشرفته است، با ظرفیت 4 تا 6 برابر سانتریفیوژهای نوع اول کار میکنه. سانتریفیوژها رو جمهوری اسلامی در آغاز از معامله با عبدالقادر خان به دست آورد. عبدالقادر خان الان 83 یا 84 سالشه، تو کراچی درس خوند، بعد رفت آلمان غربی و دکتراشو در فیزیک اتمی در بلژیک گرفت. می 1972 یعنی 5 سال و نیم قبل از انقلاب بهمن، انقلاب ایران، شروع میکنه به کار کردن در آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک دینامیک در آمستردام هلند. این آزمایشگاه در واقع یک شرکت پیمانکاری است برای یورنکو که یک کنسرسیوم عظیم انگلیسی، هلندی، آلمانی است که کارش جدا کردن اورانیوم قابل انفجار، یعنی اورانیوم 235 از اورانیوم 238، که اورانیوم 238 خیلی اساس در واقع سنگ معدن، اورانیوم که سنگ معدن میگیرن، کیک زردی که میگیرن اورانیوم بیشترش اورانیوم 238 که اینو میبرن در مثلا جایی مثل حالا داریم درباره یورنکو صحبت میکنیم، در اونجا جدا میکنن اورانیوم 235 که ماده بمب اتم انفجاری از اورانیوم 238 که اورانیوم بیشتری هست و غیر قابل انفجار در یعنی به درد بمب اتم نمیخوره. بسیار مورد استفاده قدرت‌های بزرگ است، قدرت‌های بزرگ هسته‌ای جهان است این شرکت یورنکو. به هر حال عبدالقادر خان میره اونجا کار میکنه، در عرض 2 سال میشود یکی از کارشناس‌های ارشد در این کنسرسیوم عظیم و دسترسی پیدا میکنه به اسناد طبقه بندی شده و تجهیزات محرمانه. 2 سال قبل از انقلاب 57 ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر وقت پاکستان او رو مأمور میکنه که در پاکستان تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را بندازه. عبدالقادر خان ظرف کمتر از 1 سال آنچه طرح و نقشه و تجهیزات لازم قابل حمل تا
تونس از یورنکوی هلند دزدید با خودش برد پاکستان و تو این مدت هم تونس واسطه هایی پیدا کنه در اروپا. تو این یک سال شاید قبلش هم بوده به هر حال در فکرش، واسطه هایی پیدا کنه که معلوم شد 6200 لوله چرخان ناتمام سانتریفیوژ رو تونسته از همون شرکت تو هلند صادر کنه به پاکستان. 3 سال قبل از انقلاب، انقلاب ایران، یعنی ژانویه 1976 میاد پاکستان و دیگه بر نمیگرده هلند. یعنی برای همیشه در پاکستان میمونه و بعد 12 کشوری که خواهم گفت که میره سر میزنه کار میکنه و این قاچاق تجهیزات سلاح هسته‌ای رو پخش میکنه اونجا. یکیش ایران. به هر حال در پاکستان 13 سال کار میکنه توی مرکز تأسیساتی که بعداً خیلی عظیم میشه. 13 سال کار میکنه و میتونه اولین بمب اتمی پاکستان رو بسازه. جناب عبدالقادر خان همیشه خودش رو به عنوان یک مسلمان معتقد دشمن صهیونیسم به اصطلاح معرفی کرده. ذوالفقار علی بوتو هم در خاطراتش که همون سال انقلاب 57 ایران منتشر شد نوشت: میدانیم که اسرائیل و آفریقای جنوبی هر دو دارای قابلیت کامل هسته‌ای‌اند. مسیحیان، کلیمیان و هندوها دارای این توانایی‌اند. قدرت‌های کمونیستی هم چنین توانایی دارند. تنها تمدن اسلامی است که از چنین توانایی برخوردار نبوده، اما این موقعیت را دارد و دارد به دست می‌آورد. اردیبهشت 1377 اولین بمب اتمی رو پاکستان آزمایش می‌کنه. توجیهش هم این است که عبدالقادر خان توجیهش اینه که هند رقیب پاکستان 18 ساله که بمب اتمی داره و چون هند سال 1352 اولین آزمایش اتمیش انجام داد. باری آذر 1361، سالها قبل از اینکه پاکستان ناگهان اولین بمب اتمیش آزمایش کنه و در واقع جهان رو شگفت زده بکنه، ژنرال ضیاءالحق رئیس جمهور وقت پاکستان بود که گفت: تأکید میکنم، ببینید قبل از اینکه اصلا چند سال قبل از اینکه این بمب آزمایش بشه و دارن کار میکنن روش، آقای عبدالقادر خان داره روش کار میکنه، جنرال ضیاءالحق میگه: تأکید میکنم که برنامه هسته‌ای ما کاملا ابعاد صلح‌آمیز دارد و پاکستان نه توانایی و امکانات داشتن بمب اتمی را داشته و نه حقیقتاً چنین تمایلی دارد. خود عبدالقادر خان 4 سال قبل از آزمایش اولین بمب اتمی پاکستان میگه: بمب اتمی اسلامی فقط اختراع ذهن صهیونیست هاست. ببینید درست حرفایی که رهبر معظم و دیگران در ایران میزنن. چون این بیان بگن داریم این کار میکنیم، گفتیه صالحی هفته پیش نشون دادیم که برنامه رو گفت، گفت ما کلک زدیم اون میله های قلب راکتور آب سنگین عراق رو از پیش یه سری خریدیم، این همینا نگه داشتیم، به هیچ کم نگفتیم، فقط هم من میدونستم و آقا تو جریان برجام هم گفتیم. خیلی خوب میگین بتون بریزیم، ما هم بتون میریزیم جاش، ولی اونا رو ما آماده گذاشته بودیم کنار. گفت اگر میگفتیم که داریم یا بازم یه سری خریدیم که خب میگفتم اونا رو هم باید بتون بریزیم. این دروغیست که به راحتی الان گفتم بهتون دیگه، به راحتی پاکستانی‌ها گفتن، حال جمهوری اسلامی هم میگه و میگم سرنوشت ایران رو فعلا به اینجا رسونده. پاکستانی‌ها وقتی هم که اعلام کردن که بمب دارن و دارن آزمایش‌های بعدی رو تدارک می‌بینن، دیگه کار از کار گذشته بود بعد از همون دروغایی که گفته بودن. بعد از تولید اولین بمب اتمی همزمان با تولید بمب‌های بیشتر و کار رو سیستم موشکی با کره شمالی، عبدالقادر خان یه شبکه فروش طرح و نقشه کار و تجهیزات هسته‌ای رو ایجاد میکنه که با 12 کشور کار میکنه، یکیشون لیبی است و یکیشون جمهوری اسلامی ایران. هواپیماهای باری پاکستان تجهیزات به فروش رفته رو به مقصد خریدار حمل میکردن و فرمانده کل ارتش پاکستان در اون وقت، اسمش هم یادم رفته، خود عبدالقادر خان میگه که او در جریان مستقیم کار بود، یعنی کار شخصی نبود، کل حکومت پاکستان پشتش بوده. من دیگر جزئیات میگذارم که بیشتر از این خصتون نکنم.
فقط اینو بگم که در عرض 4 سال 1379 تا 1383 دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی عبدالقادر خان 44 بار سفر میکنه به دبی، لیبی، مالزی و ایران. به دبی و مالزی سفر میکنه برای تأسیس بانک ها و مؤسسات پوششی دلالی برای فروش تجهیزات سلاح هسته‌ای. فقط به لیبی تا سال 1383 عبدالقادر خان 100 میلیون دلار تجهیزات هسته‌ای فروخت. بعد گفته شد که به عنوان جایزه خریدم طرح و نقشه ساخت یک بمب اتمی 10,000 تنی رو داد به قذافی، که این طرح و نقشه بعداً جزو چیزایی بود که لیبی تحویل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد. سال 1384 بود. اونایی که اخبار رو دنبال کردن شاید یادشون باشه که بنا به گزارش کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تو چند تا کارتون پر کاغذ که جمهوری اسلامی تحویل بازرسان آژانس داد، موقعی بود که آژانس گفت باید همه چیز شفاف باشه، اینا یه سری کارتون پر کاغذ دادن، پر اسناد، توش طرح و نقشه ساخت میله انفجاری بمب اتم هم بود که معلوم نشد چرا اون تو بود. بعد از لو رفتن این، جمهوری اسلامی گفت که از عبدالقادر خان گرفته یا خریده این طرح و نقشه بمب رو، ولی استفاده ازش نکرد. حالا بعد عبدالقادر خان تحریم شد و اینها، که من داستانشو حیفم میاد که خلاصه کنم، میذاریم ادامهشو هفته آینده خواهم گفت، ادامه تلاش های جمهوری اسلامی برای بمب اتم رو، ساختن بمب اتم. ببینین بریم پرده آخر، ولی یه توضیح کوتاهی میخواد. داستان این است که یه موشکی هست به اسم مالیوتکا، یه موشک ضد تانک روسیه که تو جنگ ایران و عراق استفاده میشد. پس از جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه های از این موشک را با نام رعد تولید کرده. از رعد چیه؟ این موشک رعد ایرانی رو، بله اینه، دقیقا بر اساس مالیوتکای روسی، جدا شونده و قابل حمل، یعنی یه نفر میتونه حملش بکنه. موشک‌های مالیوتکا و رعد روی برجک‌های متحرک هم میتونن سوار بشن، رو نفربرها، روی زره پوش‌ها، که این موشک‌ها عراقی‌ها تو جنگ 8 ساله استفاده می‌کردن. بعد حالا این پرده آخر، کسی داره درباره‌اش توضیح میده که متولد 1363، یعنی وقتی جنگ تموم شد، یک بچه 4 ساله شیطون بود. خب حالا بریم پرده آخر. موشک‌های مالیوتکا موشک‌های مثل دست آتاری سیم داشت، قشنگ نگاه می‌کردی، اینجوری پیگیری می‌کردی، قشنگ می‌زدی به هدف، مثل موشک‌های لیزری الان که دیتکس میکنه مثلا میخوره بعد، موشک‌های سیمدار بود. اینا رو ما نمیدونستیم چی کار بکنیم، با اینا آدم میزدن، یعنی تو میمدی رو خاکریز شلیک میکرد زیر پات میزد، مونده بودیم چی کار کنیم. بچه‌هایی که میرفتن اون وسط جلو بودن، موشک که رو سرشون مالیوت کار رد میشد، بلند میشدن با یه چوبی دست بیلی یه چیزی سیمه رو پاره میکرد. شب و روزگار خوش.